پلیس به مراسم ازدواج بریتنی اسپیرز و نامزد ایرانی آمریکاییش سام عسقری فراخوانده شد. در این ویدیو راجع به این زوج می‌خوایم صحبت کنیم و راجع به مراسم عروسیشون. پس با ما همراه باشید. به گزارش وبسایت TMZ که اخبار ستاره‌های موسیقی و سینما رو گزارش می‌کنه، در حالی که مراسم ازدواج بریتنی اسپیرز و نامزد ایرانیش سام عسقری در حال برگزاری بود، پلیس محلی به دلیل ورود همسر پیشین خانم اسپیرز به خانه او ناچار شد دخالت کند. جیسون الکساندر، همسر پیشین بریتنی اسپیرز، به محل مراسم اومده و به نیروهای انتظامات مراسم گفته بود که خود بریتنی او را دعوت کرده. او به انتظامات مراسم گفته بود بریتنی اولین و تنها همسر اوست و وارد محل زندگی بریتنی اسپیرز شده بود. بر اساس این گزارش، جیسون الکساندر موفق شد در حالی که با تلفنش مشغول پخش زنده حضورش بود، با عبور از نیروهای انتظامات وارد خانه بریتنی بشه. او با این اقدام قرار منع دادگاه رو زیر پا گذاشته. نیروی پلیس شهر ونچورا در جنوب کالیفرنیا پس از اون به محل رسید که آقای الکساندر به صورت قانونی وارد خانه خانم بریتنی شده بود. بریتنی و جیسون در سال 2004 در لاس وگاس در تصمیمی آنی با هم ازدواج کردند. این ازدواج چندان طول نکشید و این دو نفر فقط 55 ساعت بعد به این ازدواج پایان دادند. مراسم ازدواج بریتنی اسپیرز و سام عسقری بعد از ظهر پنجشنبه به وقت کالیفرنیا برگزار شد. بریتنی اسپیرز در ماه سپتامبر تصویری از خودش و سام عسقری منتشر کرد در حالی که حلقه نامزدی به دست داشت. این ستاره موسیقی پاپ و سام عسقری که یک مربی ورزشه، در سال 2016 در جریان ضبط یکی از موزیک ویدیوهای بریتنی اسپیرز با هم آشنا شدند. این دو نفر در 5 سال گذشته با هم در رابطه بودند، ولی خانم اسپیرز گفته بود دادگاه پدرش را قیم او کرده بود. به این دلیل در این سالها نمیتونسته با آقای عسقری ازدواج کنه. پدر بریتنی اسپیرز از سال 2008 قیم قانونی او بوده. این سومین ازدواج این ستاره موسیقیه. دادگاه در سال 2008 به خاطر نگرانی از وضعیت سلامت روانی خانم اسپیرز برای او قیم انتخاب کرده بود که قیم ایشون پدرش بود. بریتنی اسپیرز در سالهای فعالیت حرفه‌ای خود جوایز متعددی از جمله جایزه معتبر گرمی را به دست آورده بود. برخی از آلبوم‌ها و آهنگ‌های او رکورد‌های جهانی گینس را شکستند. او رکورد پرفروش‌ترین خواننده نوجوان رو هم در فهرست رکورد‌های گینس داره. سام عسقری، متولد 12 اسفند ماه سال 1372 در تهران، مدل و بازیگر هالیوود، دانشجوی انصرافی رشته بورس از دانشگاه کالیفرنیا که بعد از دانشگاه وارد بدنسازی و پرورش اندام شد و حالا یک مدل و ورزشکار مشهوره. او با 188 سانتیمتر قد و 87 کیلوگرم وزن به عنوان مربی بدنسازی فعاله. سام از پدری آمریکایی ایرانی به نام مایک و مادر ایرانی به نام فاطمه در تهران متولد شد. نام واقعی او در شناسنامه حسام عسقریه و 3 خواهر بزرگتر از خودش داره. پدرش در 2 سالگی به آمریکا برگشت تا مقدمات حضور خانواده رو فراهم کنه. به این ترتیب سام در سال 1380 وقتی 8 ساله بود به همراه مادر و خواهرانش به آمریکا مهاجرت کرد. از کودکی آرزوی تبدیل شدن به یک ستاره ورزشی رو داشت. به همین علت در 12 سالگی به باشگاه ورزشی لس آنجلس رفت و تا دانشگاه حرفه‌ای فوتبال بازی کرد. سام که مدتی در تیم فوتبال نبراسکا بازی می‌کرد، به دنبال حذف از لیست این تیم دچار افسردگی شد و مجبور شد برای گذراندن زندگی در یک باشگاه بدنسازی کار کنه. بعد از 6 ماه کار در باشگاه بدنسازی تصمیم گرفت بدن خود رو هم بسازه. به همین خاطر سخت تمرین کرد تا اینکه به تناسب اندام رسید و با انتشار عکس‌هاش خیلی زود پیشنهادهای مدلینگ از برندهای مختلف به دستش رسید.
سام خوشهیکل توسط کمپانی‌های موسیقی برای ایفای نقش در ویدیو کلیپ خوانندگان مشهور دعوت شد که در جریان ضبط یکی از این ویدیوها عاشق بریتنی اسپیرز شد. این دو بعد از گذشت 5 ماه رابطه عاشقانه خود رو در نوامبر 2016 عمومی کردن و در نهایت سال 2017 سام 23 ساله با بریتنی 36 ساله به صورت غیر رسمی نامزد کرد. سام 13 سال از بریتنی کوچیک‌تره و سابقا ازدواج رسمی نداشته، اما بریتنی 3 ازدواج ناموفق و 2 فرزند داره. نام 2 فرزند بریتنی جیدن و پرستونه. سام هم به خاطر عشق و علاقه‌ای که به بچه‌ها داره با اونها بسیار ارتباط خوبی داره. بیشتر اوقات خودشو صرف بچه‌ها می‌کنه، با اونها به استخر میره و یا اینکه باهاشون اسکیت بورد تمرین می‌کنه. این زوج که حالا حسابی به خصوص در ایران مشهور هستن از حامی حیوانات بوده و عاشق گربه هستن و در خانه نیز چندین بچه گربه دارن که از آنها نگهداری میکنن. سام در سال 2019 در فیلم کمدی و رمانتیک میتونی یه راز رو نگهداری اولین تجربه بازیگری خودش رو جلوی دوربین به دست آورد. سام در مصاحبه در رابطه با بازیگری میگه: میخوام در فیلم های بلاکباستر باشم، میخوام در سریال های تلویزیونی بازی کنم که روی نتفلیکس پخش میشه و مردم اونا رو دوست دارن. هدف نهایی من اینه که به بازیگر واقعا خوبی تبدیل بشم. این روزها تمرینات رزمی زیادی انجام میدم، کار با اسلحه و بدلکاری رو پیگیری میکنم تا شبیه بازیگرهایی چون تام کروز و جیسون استنهام بشم. کار اکشن رو خیلی دوست دارم. دوست ندارم به عنوان بازیگر نقش تروریست اهل خاورمیانه رو بازی کنم. دوست دارم به نخستین بازیگر خاورمیانه ای تبدیل بشم که نقش ابرقهرمان رو بازی میکنه. پدرم قبل از ما به آمریکا اومد و حسابی تلاش کرد تا مهاجرت ما انجام بشه. پدرم مرد کاری و پرتلاشی بود. او یک زندگی آسون رو تو کشورمون فدا کرد، چرا که از نظر مالی وضعمون خوب بود. اما برای زندگی کردن در اینجا او باید همه چیز رو فدا میکرد و چندین جا کار میکرد تا ما بتونیم مهاجرت کنیم. وقتی به اینجا اومدیم، من و پدرم یک اتاق رو با یک مرد دیگر در کالیفرنیای جنوبی اجاره کردیم و از آنجا به نوعی این زندگی رو ساختیم و یک آپارتمان گرفتیم. بعد خواهرانم یکی یکی به اینجا مهاجرت کردن. پس این فرایند چند سال طول کشید، ولی خیلی خوشحالم که همه این اتفاقات افتاده. 2 تا از خواهرام در خطوط اصلی مبارزه با کویت هستند. خواهرم مدی پرستار و هر هفته بین 50 تا 60 ساعت در استادیوم داجر محل واکسیناسیون کار میکنه. وقتی رو تردمیل تمرینات کاردیو 45 دقیقه‌ای یا 1 ساعته رو انجام میدم، مدام در حال تماشای فیلم و سریال یا مطالعه. مرسی از شما که با این ویدیو هم ما رو همراهی کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که ما رو حتما سابسکرایب کنید. این پست رو اگر دوست داشتید لایک کنید و نظرتون برای ما کامنت کنید.